سلام، جمعه 21 اسفند 94 11 مارچ 2016 میلادی در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه 3000 فعال مدنی با امضای نامه خطاب به آقای روحانی خواستار آزادی معلمان زندانی دربند شد. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل هم طی بیانیه‌ای به حکم زندان رضا شهابی اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط او شده. ابراهیم فضلی و محمد علی سعدی دو تن از دراویش گنابادی که در سال 90 به ضرب گلوله در کوار فارس زخمی شده بودند دوباره دستگیر و به زندان عادل‌آباد منتقل شدند. خسرو منصوریان و محمد سیفزاده دو تن از زندانیان سیاسی با پایان محکومیتشون آزاد شدند. یک کولبر مریوانی به نام ماده پرتوی هم یک شنبه گذشته با شلیک مستقیم گلوله نیروی انتظامی کشته شده. از ابتدای امسال تا کنون 13 کولبر کشته شدند و 12 نفر زخمی شدند. موضوع دوم این که آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران قرار است هفته آینده گزارش خودش رو منتشر کنه، اما در مصاحبه ای نکات اصلی این گزارش رو منعکس کرده. از جمله گفته در سال 2015 996 اعدام در ایران اتفاق افتاده که در دو دهه گذشته بی سابقه است. او گفته نیمی از اعدام شدگان محکومین مواد مخدر بودند. همینطور 6 نویسنده و هنرمند و موسیقیدان همراه با 22 روزنامه نگار، 23 فعال اجتماعی یا فعال در فضای مجازی مجموعاً در سال 2015 بازداشت شدند. آزار بهایان و نوکیشان مسیحی مبحث دیگری است که آقای احمد شهید مطرح کرده و راجع به انتخابات همیشون گفته بیشترین تعداد ثبت نام بوده ولی 7 برابر گذشته رد صلاحیت صورت گرفت. سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا طی مصاحبه ای عنوان کرده که قرارداد میان ایران و استرالیا برای عودت 9000 پناهجوی ایرانی در استرالیا کذب محض و مذاکره میشه ولی هیچ قراردادی برای استرداد پناهنده ها امضا نخواهد شد. باید دید که حرف این آقای سفیر درست از آب در میاد یا نه، چون با اعلام اینکه قرار استرالیا 9000 پناهجوی ایرانی رو به ایران برگردونه موجی از اعتراض به دولت استرالیا و حکومت ایران به پا خواست. موضوع سوم اینکه قاضی دانیلز، قاضی شعبه جنوبی دادگاه فدرال امریکا در شهر نیویورک، حکم نهایی خودش رو در ارتباط با پرونده 11 سپتامبر که توسط گروهی از وکلای خانواده‌های قربانیان این حادثه در طی 8 سال گذشته دنبال شده بود رو صادر کرد. به موجب این حکم قاضی دانیلز عنوان کرده که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبل از 11 سپتامبر، در جریان 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر با القاعده ارتباط داشت و اگرچه عاملین اتفاق 11 سپتامبر تبعیت عربستانی داشتند ولی دولت ایران به عنوان یک حکومت با این سازمان تروریستی در جریان این حادثه ارتباط داشت. مدارک مفصلی در این
پرونده چند هزار صفحه‌ای موجوده که نشون میده 8 نفر از این 12 عامل این کار در یک سال، در طی یک سال قبل از حادثه در ایران بودن. به موجب این حکم 7.5 میلیارد دلار به هر خانوار قربانی، 2 میلیون دلار به عنوان خسارت باید حکومت ایران پرداخت بکنه و 3 میلیارد دلار هم به شرکت‌های بیمه باید پرداخت بشه. اگرچه ایران در امریکا اموالی نداره که این وکلا بعد از گرفتن این حکم اون رو تادیه کنند، اما می توانند اون رو به دادگاه‌های سایر کشورها ببرند و با حکم دادگاه امریکایی پرونده جدید اونجاها باز کنند و اگر در هر کشوری موفق بشند از قوه قضاییش حکم مشابه بگیرند، اموال ایران رو در اونجا میتونند توقیف کنند. اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه و حکومت دیگری بر سر کار بیاد، میتواند که جلوی اجرای این حکم رو بگیره. آقای اوباما در این حال که قوه قضاییه این کشور به بعد از سالها کار چنین حکمی صادر کرده، در مصاحبه با نشریه اتلانتیک به عربستان گفته که باید ایران رو در خاورمیانه سهیم کنه و عنوان کرده ایشون که رقابت بین ایران و عربستان باعث جنگ و هرج و مرج در سوریه، یمن و عراق شده. البته یمن ممکنه درست باشه، ولی واقعا جنگ در سوریه شروعش و چیزی نبود جز قیام یک ملت علیه یک دیکتاتور خونریز و ادامه اون چیزی نیست جز سرکوب مردم آزادیخواه سوریه توسط حکومت خشن و وحش بعثی، اون هم با پشتیبانی جمهوری اسلامی. و در عراق اتفاقات افتاده چیزی نیست جز اینکه با حمله امریکا و ندانم کاری های حکومت امریکا فضایی ایجاد شد که امکان حرکت های تخریب گرانه جمهوری اسلامی اونجا به وجود اومد و گروه های مختلف و پی در پی ندانم کاری های مختلف عراق رو به وضعیت کنونی رسونده. بنابراین فرمایشات آقای اوباما محل مناقشه جدی. موضوع چهارم این که آقای خامنه ای در جمع منتخب آخرین اعضای آخرین جلسه خبرگان رهبری صراحتا صحبت از انتخاب رهبر بعدی کرده که شایعه مریضی و بیماری ایشون رو باز هم تقویت میکنه. ایشون 3 ملاک انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن رو برای رهبر بعدی برشمرده و خلاصه در واقع صفاتی که میگه یعنی از دوروبری‌های خود ایشون و دار دسته خودش باید رهبر بعدی انتخاب بشه. از شورای نگهبان دفاع بی قید و شرطی کرده با همه سیاهکاری هایی که شورای نگهبان داشته و افتضاحی که حتی در درونش اتفاق افتاد این دوره، و ضمناً تمام قد هم ایشون از مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی دفاع کرده. ضمناً ایشون در یک مغالطه آشکار عنوان کرده که این انتخابات سالمه، بنابراین اثبات شد که انتخابات سال 88 و 84 هم سالم بوده. به قول معروف اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. به فرض اینکه این انتخابات سالم بوده، هیچ دلیلی نیست که انتخاباتی که دولت احمدی نژاد برگزار کرد و شب عدد سازی کردند در وزارت کشور سالم برگزار شده باشه. طلاب و حزب اللهی های یزد هم چهارشنبه صبح در مدرسه مصلای یزد تجمع کردند و علیه آقای روحانی و خاتمی شعار دادند و امام جمعه اطراف شرقی یزد هم عنوان کرد که آقای روحانی آمارهای دروغ در این سفر داده.
سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه هم گفته تونل های موشکی ما رو بمب اتم هم خراب نمی کنه، ولی از مسئولین سیاسیمون در امان نیستیم. آقای مکارم هم که این روزها ظاهرا کارش به لحاظ اقتصادی گیره و به دولت احتیاج داره، مدتی است طرفدار دولت شده و عنوان کرده که دولت گذشته میراث اقتصادی بدی به جا گذاشته و مردم به اعتدال رأی دادن. اما موضوع آخر این که رئیس سازمان جوانان هلال احمر عنوان کرده روزانه در اثر تصادفات رانندگی در سطح کشور 100 نفر به جامعه معلولین اضافه میشه. جناب قرائتی هم فرمودند ما نتوانستیم مردم رو به خوبی بخندانیم. قرآن میگوید 50% خنده 50% گریه. همین حرف ایشون خودش به قدر کافی خنده دارنده که صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.